رهبران حزب جمهوری خواه در کنگره آمریکا دیدار دانالد ترامپ و پول رایان رئیس مجلس نمایندگان را آغاز خوبی برای ترمیم شکاف های حزبی توصیف کردند. در کمپ دموکرات ها هم فشار بر برنی سندرز برای کنارگیری از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا افزایش پیدا کرده تا موزه هیلری کلینتون برای شکست دانالد ترامپ تقویت شود. شهر آراسته گزارش می‌دهد. تا یه دو ساعت و اندی دیدار دونالد ترامپ در کمیته ملی حزبی با رهبران و اعضای حزب جمهوری خواه، آقای ترامپ آنچه را که از او انتظار میرفت انجام داد و همزمان احتمال مطرح شدن گزینه دیگری جز او برای نامزدی حزب کم رنگتر شد. So پول رایان رئیس مجلس نمایندگان که هنوز از آقای ترامپ حمایتش را اعلام نکرده است، دیدار را مثبت توصیف کرد. آنچه من از دونالد ترامپ شنیدم دلگرم کننده بود. باور دارم که ما اکنون دانه های اتحاد را برای از میان بردن شکاف ها می کاریم. بنابراین از اینجا ما به مرحله عمیق سیاست و زمینه های مشترک وارد می شویم. که از انجام اصول اصلی اطمینان حاصل کنیم. حریری رهبر اقلیت دموکرات سنا نظر متفاوتی از جمهوری خوشبین ابراز کرد. این فقط نشانه همراهی کند رهبران جمهوری با دانالد ترامپ است. در میان جیمز بیکر وزیر خارجه پیشین آمریکا که در جلسه بررسی نقش آمریکا در جهان در کمیته روابط خارجی سنا شرکت کرده بود گفت سیاست خارجی پیشنهادی دونالد ترامپ جهان را به مکانی با امنیت و ثبات بسیار کمتری بدل می کند. و افسود ما امروز مشکلات زیادی داریم ولی با پیشنهادات آقای ترامپ با مشکلاتی به مراتب بیشتر مواجه خواهیم شد. از سوی دیگر در کمپ دموکرات ها در حالی که پیروزی های اخیر برنی ساندرز تحرک بیشتری به طرفداران وی بخشیده ولی این نگرانی را به وجود آورده که ادامه حضور آقای ساندرز در صحنه مبارزه شانس پیروزی هیلاری کلنتون را در انتخابات نوامبر آینده در برابر دونالد ترامپ تضعیف می کند. در همین حال گروهی از طرفداران آقای ساندرز فکر ایجاد یک سازمان مستقل را با هدف شکست دونالد ترامپ مطرح کردند. در تحول دیگری به گزارش رویترز سرویس تحقیقات سری آمریکا تحقیقاتی را در مورد یک پیام توی توسط خدمتکار پیشین آقای ترامپ آغاز کرده است که وی در آن گفته بود باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا باید به جرم خیانت به دار آویخته شود سخنگوی آقای ترامپ با صدور بیانیه گفت چنین بیانیه زشتی را در مورد رئیس جمهوری آمریکا کاملا محکوم می‌کند شهلا رسته صدای آمریکا واشنگتن